روز گذشته وزارت اطلاعات رژیم بعد از گذشت ماه‌ها از مسموم کردن عمدی دانش آموزان با حمله شیمیایی به مدارس دخترانه اطلاعی داد که مواد سمی در هیچ یک از مدارس کشور پخش نشده. قطعاً شبکه انتشار مواد مسموم کننده در کشور وجود نداشته. برای بررسی موضوع همراه هستیم با دکتر ولی افسری، عضو جامعه متخصصین ایرانی از آلمان. با سلام خدمت شما دکتر افسری. ارزیابی شما از این نتیجه گیری وزارت اطلاعات رژیم در مورد مسمومیت این دانش آموزان که الان گفتم چی هستش؟ منم سلام عرض میکنم به شما و تمام بینندگان عزیز پار. فکر کنم هممون انتظار چنین نظری داشتیم که این رژیم دست به چنین دجالگری بزنه. این رژیم واقعا رژیمیه که دجال، فاسق، جنایتکار از روزی که وارد یونان شده همین کارا رو کرده، همیشه دروغ گفته، مخصوصا در قرن 21 با تمام ارتباطات فضای مجازی رو داریم، تمام ارتباطات هست ولی بازم دروغ روی دروغ. من باور کن یک کلمه پیدا کنم که این رژیم بهش تشبیه کنم من واقعا نتونستم پیدا کنم. تو گفتن مسائل منفی در اوج تمام کشورها، یعنی بهتر از همه کشورها است. حتی من میتونم اینجوری عنوان کنم که گوبلس اگر الان بود باور کن باید کلاس آموزشی در پیش اینا باید میرفت و یاد میگرفت. ببینید از روزی که اومده ما مسائل خیلی زیادی داشتیم رژیم. من وارد این مسائل شما خواهم شد. ببین قتل عام بود، قتل های زنجیره‌ای بود، مشهد بود، چه جنایاتی کردن، همیشه به دشمن وصل کردن پوری، بعد دیدیم خودشون افشا کردن، تمام کارهای تروریستی که انجام دادن، تو قتل عامایی که سال 67 کردن، تو الان 96-98 1500 نفر و 96 با اسامی اکثرشون مقاومت اعلام کرد ولی اینا زیربار نرفتن و گفتن ما زیاد اصلا نکشتیم، تعداد کمی اونم دونسته نکشتن در حقیقت، در صورتی که قتل عام کردن. در قیام اخیرم که یادتون فکر کنم شما هم بهتر از من بدونین که خود سیما هم گفتش که وزیر خارجه این رژیم تو فکر کنم اشتباه اگر نکنم تو همون ژنو بود که ازش سوال کردن که چند نفر از این افراد تو این انقلاب اخیر تو قیام اخیر، گفت یک نفرم ما نکشتیمش، یعنی مجاهدین مقاومت ایران بیش از 650 نفر اسامی داده، عکسشون مشخصاتشون داده، ببین زیر بار نمیرن. بعد که اومدیم دیدیم که اومدیم الان مسائل مواد شیمیایی پیش اومده، من در مقابل سوال شما چرا این حرف رو میزنم، ببینید 3 ماه از حملات شیمیایی 1401 گذشته بود، 15 اسفند خامنه وارد صحنه شد، بعد عنوان کرد که باید هر چه زودتر این افرادی که این جنایت و مسبب این جنایت هست، اینجا دست به این چنین جنایاتی میزنن، باید دستگیر بشن و به مجازات برسن. ولی دیدیم که خودش هم میگه دشمنانه، اگر دشمن با این رژیم هست خب مشخص دشمن که بیشتر باید که 100% که نیست، ولی اگر دشمن بود که باید بیشتر میکرد، که چطور شد 2 روز طول نکشه که این خوابید، این حملات کمتر شد. و این بعد از تعطیلات از 14 فروردین دوباره حملات شیمیایی انجام شد. این رژیم با این حملات میخواد از یک طرف دانش آموزانی که دختر تو این قیام شرکت کرده بودن تنبیه کنه، انتقام بگیره، از طرف دیگه خانواده را با این مسائل درگیر کنه و انقلاب رو به مسیر دیگری پیش ببره. ولی الان همیشه هم میگفت چطوری شده که اون زمان میگفتش که دشمنانم باید دستگیر بشه، بعد تو این مسائل یه تنم می آوردن میگفتن که ما رفتیم و خریدیم و همچین اتفاقا همچین مسمومیتی رو وارد مدارس کردیم یا حمله شیمیایی ما کردیم، دو یه چند نفر آورده بودن، یه دختر رو میگفت با پدرم رفتیم. الان میبینیم چون فشارها زیاد شده از طرف از داخل ایران و همه هم تمام مردم ایران بهتر از من و شما به نظر من
این رژیم رو شناختن، تو تمام مسائل میدونن که تمام مسائلی که اتفاق میفته دست خود رژیمه. الان اومده فشارهای خارجی هم باعث شده بخواد، دو حالت دو راه داره، یا باید قبول کنه که افراد خودش تحت سازماندهی خودشون انجام دادن، یا بیاد بگه که دروغ بگه. این در مقابل بدتر راه بد انتخاب کرده، عنوان کرده که شبکه وجود نداره، شبکه ای که این کار کرده باشه، فقط دشمنان در داخل در خارج ایران به این شایعات دست زدن، میخوان همه را بر علیه جمهوری اسلامی و جمهوری اسلام متهم کنن و خانواده ها و والدین و مردم ایران ها به قول ما بر علیه جمهوری اسلامی به پا به قول ما باعث بشن که به پا خیزن و دختران از مدارس دور کنن، در صورتی که کار خودشه. این خب صفت و کار خود رژیم، همیشه هم این کار کرده. انتظار دیگری من نمیتونم، یعنی جواب دیگری من نمیتونم بدم که واقعا جز این نیست. این رژیم کارش همینه. به طور مثال، خیلی آخر حرفم به طور مثال، همون یادتون نرفته که هواپیما رو سه روز خودشون زدن، خودشون گفتن که نه، بعدم فشار زیاد شد، آخر مجبور شدن اونجا. ولی اینجا اون فشارا نیست، یعنی بعد و بدتر بعد انتخاب کردن. اینا این کارا تا روزی که هستن انجام خواهد. بله دکتر افسری، شما به خوبی گفتین که این مسمومیت دختران هم عمدی و به نوعی دجالگری های رژیم هم اشاره کردیم بهش، که برای مشغول کردن خانواده ها هست. حالا اگه اجازه بدید به یه موضوع دیگه هم که الان گریبانگیر همین خانواده ها تو تهران شده بپردازیم. رئیس یه بیمارستان کودکان روز گذشته از آغاز همه‌گیری روتا ویروس بین کودکان تو تهران خبر داد. این بیماری چرا تو ایران الان شروع پیدا کرده؟ ببینید، ویروس روتا ویروس یه ویروس شناخته شده است در سطح جهانی. این ویروس مخصوصا نوزادان و خردسالان، بچه‌های کوچک خردسال، اینا باعث التهاب معده‌ای و روده‌ای میشه تو این بچه‌ها، که الان این ویروس از طریق مخصوصا اول از طریق آب آلوده و یا مواد غذای آلوده وارد میشن، انتقالش از طریق مدفوع دست، متعالما میگن مدفوع دست و دهان، یعنی از طریق این ویروس از گوارشی، دستگاه گوارشی که خارج میشه به صورت مدفوع پر از این ویروس ها، و دستای آلوده به این باعث میشه که یعنی یه زمانی بده به دهن بخوره و انتقال پیدا کنه. این ویروس یه ویروس که التهاب باعث، علائمش هم خیلی مشخصه در سطح جهانی. این ویروس نه تنها بچه ها رو، خب اونایی که میان سالان بزرگ سالان هم میگیره، ولی خیلی خیلی شدت ضعیفه، ولی تو بچه ها و نوزادان خیلی زیاده. التهابش خیلی شدیده، باعث استفراغ و دوشفال یعنی اسهال و شکمدد و عضلات گرفتگی عضلات شکم هستش. حالی. که از این طریق، از طریق اسهال، همونطور که شما هم فکر کنم همه تجربه کردیم، از آب بیشتر بدن از بدن خارج میشه، الکترولیت ها بیشتر از بدن خارج میشه. به خاطر همین بچه ها و نوزادان در خطر هستن، اگر بیمار در این صورت که واقعا شدید هستش باید به بیمارستان برن، سرم وصل بشه و این الکترولیت ها یا کلوریدی سدیم پتاسیم اینا رو باید وارد بدن بکنن و آب زیاد. بله. این قسمت اصلیشه و هیچ داروی هم وجود نداره، فقط باید رعایت بهداشتی هم بکنن و تو قرنطینه نمیشه گفت، ولی توالتی که استفاده میکنن یا اتاقی که جدا از کسان دیگه که توی خانواده هست باید باشه و ضوابط بهداشتی را تو این طور دستمال از حوله گرفته، خود توالت تمیز کامل بشه. و کلن این ویروس تا 8 روز طول میکشه، شدتش نباشه، شدت زیاد نداشته باشه، به نظر من پودرایی هستش که به صورت محلول میشه به بچه ها داد و اینا رو به قانون جبران کرد. این تو ایران هم چرا، این سوال اصلی اینه که چرا تو ایران میگن شروع واقعا اگه شروع پیدا، به نظر من دو چیز هستش. یکی هستش که میبینیم که بچه های کوچیک، خیلی از بچه ها
میبینیم که زباله گردی میکنن، دنبال غذا، تو زباله دانا دنبال غذا میگردن. ولی من نظر شخصی خودم اگه اجازه بدیم، من نظر شخصی خودم مثلا نظر دیگه ندارم. از این رژیم همه چیز برمیاد، هیچ چیزی غیر ممکن نیست. این رژیم میتونه واقعا آب رو آلوده کنه یا مواد غذایی رو آلوده کنه و مردم رو از این طریق سرگرم این مسائل بکنه، چطور که دو ویروس کرونا هم که دیدیم که واکسن رو اجازه نداد، به چه روز، به دو سال چقدر از جمعیت ایران، چقدر از مردم رو، بیش از 500,000 از مردم ایران جان خودشون از دست دادن و دو سال تونست قیام رو به عقب بیاندازه. تو کشورهای خارجی واکسن هست، اما اونطور که من اطلاع دارم از ایران، حداقل اطلاع خود منه، فکر کنم من درست باشه، اینه که تو ایران واکسنی که دو تا واکسن هست تو جهان، تو آلمانش هم هست، تو کشورهای دیگه، اینا رو تو نوزادان میگن، میدن دو سال از دو ماهگی، چون یکی از سه دوزه هست، یکی از دو دوزه هستش به اسم روتا تگ، یکی از روتا ریکس هستش، اون دو اولی سه دوزه هست، اون یکی دو دوزه هست. اینا از اول تو ایران متاسفانه اینم نیست، چون اینا جلوی شدت رو میگیرن در شرایط. تو ایران ولی متاسفانه اینم نیست. بله، با تشکر از شما دکتر ولی افسری، عضو جامعه متخصصین ایرانی در آلمان، که در این گفتگو همراه ما بودید و به سوالات ما پاسخ دادید. من تشکر میکنم که من ندوی شرکت کردم. خدا نگهدار. خدا حافظ.